همچنان با شما عزیزان هستیم و جهانی سپاس از شما عزیزان که تا این لحظه هم با ما همراه هستیم. نظرات دیگه شما عزیزان هم بر ما رسیده که امروز هم از طریق صفحه فیسبوک صاحب زندگی نظرات خوبتان شریک ساختیم در ارتباط با روز جهانی هوانوردی ملکی که ما هم در ارتباط با این موضوع مهم امروز هم مهمان عزیزی را با خود بداشته باشیم که همین لحظه از طریق اسکایپ همراه ما وصل شدن و صحبت خوبی می‌خواید در ارتباط با این روز مهم داشته باشین. اینکه مهمان ما کی است؟ رستم مهربانی خود معرفی کن. بله رویا جان، در این لحظات برنامه هم مهمان بسیار عزیز روی خط اسکایپ با ما هستن آقای حسیب الله سروش، معاون پالیسی و پلان هوانوردی ملکی. روی خط اسکایپ با ما وصل شدن که صحبت های زیباشان را در رابطه با روز جهانی هوانوردی ملکی با ما شما شریک می سازن. آقای سروش سلام، وقت شما بخیر، بسیار خوش آمدین به برنامه. سلام و صبح شما بخیر و صبح بینندگان محترم شما، و خصوصا تشکری میکنم از برنامه وزین که به ما این فرصت را دادین که تا در مورد هوانوردی ملکی و روز جهانی هوانوردی ملکی با شما هم صحبت شویم. سلامت باشین، ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه. ابتدا میخواییم که در رابطه به تاریخچه هوانوردی ملکی در افغانستان صحبت های شما را بشنویم. طوری که شما بهتر میدانید صنعت هوانوردی خصوصا از در دهه در قرن اوایل قرن 20 آغاز شده و در زمان شاه بزرگ شاه امان الله خان غازی اولین بار یک طیاره به افغانستان آورده شد و اولین پروازهای بسیار کمی را داشتند که آغاز سکتور هوانوردی و ترانسپورت هوایی برمیگرده به اون وقت. و بعدا در وقت مرحوم ظاهر شاه، شاه سابق افغانستان، سکتور هوانوردی افغانستان تأسیس شد و با تأسیس از او ما شرکت آریانا رو داشتیم، شرکت هوایی آریانا که فعالیت‌های خود با داشتن چند طیاره محدود آغاز کردن در افغانستان. بسیار عالی. بله. و بعداً در دهه 60 و 70 با جوینت ونچر یا همکاری یک جایی که با پان امریکن داشت شرکت هوایی آریانا، ما تانستیم که در سطح منطقه خوب بدرخشه و یکی از بهترین سکتور هوانوردی و ترانسپورت هوایی در منطقه باشه، که بدبختانه در جنگ های داخلی در این چهار دهه که جنگ داخلی بود، ما در اوایل دهه 60 هجری شمسی ما بخش اعظمی از تیارات خود عدیز دادیم در اثر جنگ ها و سکتور هوانوردی ما متضرر شده. و خوشبختانه بعد از سال 2001 دوباره با همکاری سازمان های بین المللی جامعه جهانی یک بار دیگر سکتور هوانوردی افغانستان در حال انکشاف و توسعه است. بسیار عالی. فعلا هم میشه مشخصا در رابطه با وضعیت هوانوردی ملکی در افغانستان صحبت بکنین که از دید شما در چه حالت قرار داره و آیا به مرحله‌ای که باید میرسید تا حال هوانوردی ملکی در افغانستان به مو وضعیت و مرحله رسیده یا که باز هم زمان نیاز داره؟ به صورت کل ما از لحاظ کلی که محاسبه بکنیم با اونجایی که باید باشیم قرار نداریم، چون معیارهای جهانی در حال روز به روز در حال بروز شدن است و تغییرات به صورت دوامدار وجود دارد و تکنولوژی در حال پیشرفت است و ما نیاز داریم که همراه بسازیم خود با تکنولوژی روز و امکانات هایی که در عرصه سکتور هوانوردی هست. ولی خوشبختانه ما از لحاظ زیربنایی در حال توسعه هستیم و خیلی پیشرفت های در این قبال داشتیم. زیربناهایی که مشمول میدانهای هوایی میشن در حالت بسیار خوب خود قرار دارن. در بخش معیاری سازی هم که یکی از الزامات سازمان بین المللی هوانوردی یا ایکاو است، ما در حال پیشرفت هستیم. خوشبختانه ما تانستیم که بخش اعظمی از کارمندای خود آموزش های مسلکی را برشان فراهم بسازیم و ما بتانیم یک بخشی از امورات مسلکی که در میادین به پیش میره توسط کارمندان اداری هوانوردی به پیش بره.
بسیار عالی. آقای سروش، حالا میشه در رابطه با حریم فضایی افغانستان صحبت بکنین که قبلا حریم فضایی افغانستان به صورت بهتر کنترل نمیشد. آیا فعلا وسایل پیشرفته تر هم در دسترس ای بخش در افغانستان قرار گرفته که کنترل حریم فضایی افغانستان بیشتر در دستشان باشه یا خیر؟ یقینا پیشرفت‌های زیادی داشتیم. ما در اوایل هیچ چیزی نداشتیم، کمیونیکیشن یا ارتباطاتی که با تیارات صورت میگرفت متاسفانه از طریق ویچف و ایچف سیستم مخابراتی که رادیویی مخابراتی هست صورت میگرفت. بعدها ما ایره با ویسات وصل ساختیم که ما ارتباطات خوبی را با تیارات داریم وقتی که عبور میکنن از فضای افغانستان و چی در فضای افغانستان در روتهای مختلف پرواز میکنن. و بعد از اون ما تانستیم که ایره سرویلینس یا رادار بسازیم که خوشبختانه در حال پیشرفت در بخش رادار هستیم و همچنان یک پروژه بسیار بزرگی را که وجود دارد که خوشبختانه یک ماه قبل کیک‌آف یا آغاز پروژه صورت گرفته و ساخت رادارهایی که تمام افغانستان پوشش می‌ده و هر پرنده و یا شیعه که در فضای افغانستان پرواز بکنه ما او را میتونیم ببینیم که انشاءالله تا 18 ماه آینده اولین برنامه های ازی در کابل نصب به رادارها آغاز میشه و ما میتونیم که انشاءالله بتونیم فضای افغانستان بهتر و بیشتر ازی کنترل کرده بکنیم. بسیار عالی. در کنار رادار که شما صحبتای داشتین و قرار است که تا 18 ماه آینده به خیر در افغانستان و بخصوص در شهر کابل نصب شود، چه پلان ها و برنامه های دیگر به خاطر بهترسازی هوانوردی ملکی در افغانستان دارین؟ در بخش زیربنایی ما پیشرفت های زیادی هم داشتیم. در حال حاضر هم در توسعه میدان ها هستیم. خوشبختانه ما امکان سنجی میدان هوایی لوگر که برای 30-40 سال بعد افغانستان باشه و در حدود 50 میلیون مسافر بتونه از او استفاده بکنه در سال مطالعات شو به اتمام رسوندیم و کار عملی از این شالا در آینده های نزدیک خواهد آغاز شد. آینده های دورتر، نزدیک منظور دورتری هست تا سال های آینده. همچنان ما مطالعات امکان سنجی میدان هوایی نینگرهار زیر دست داریم که خوشبختانه میتونیم یک میدان اونجا ساخته شود. میدان هوایی خوست که به عنوان یک میدان هوایی بین المللی در اوایل سال 1400 هجری شمسی آغاز فعالیت خواهد کرد. 80% کار زیربنایی از او به اتمام رسیده و ما در هماهنگی با دیگر سکتورهایی که مثل گمرکات، مثل پلیس سرحدی در تشریک مسایی هستیم تا تمام ظرفیت ها از قبل دوید به اداره با وجود بیاییم و مفتانیم که پروازهای مستقل بین المللی را و مستقیما به کشورهای خلیج و سایر کشورها مثل افغانستان داشته باشیم از کشور از میدان بین‌المللی خوست. و در بخش معیاری سازی و قانون‌گذاری که یک بخش بسیار مهمی از بخش سکتور هوانوردی است که مسئولیت پروازها را در او تأمین و تضمین میکنه، کارهای بسیار بزرگی صورت گرفته. مقرره‌هایی که در گذشته ما داشتیم که در سالهای 2014 ساخته شده بود یا ترتیب تهیه شده بود روی تعدیل از واقع کار صورت بگیره. خوشبختانه سفارت ایالات متحده امریکا و USAID امروی ما در این زمینه همکاری دارن و روی تعدیل مقرره ها کار صورت میگیره. روی سرتیفیکیشن میدان ها که یکی از الزامات حتمی است که ما باید در سال 2021 و 22 وار داشته باشیم روش کار صورت بگیره. ما یک تفتیش مسئولیتی هست که به نام Universal Safety Oversight Program هست که ما باید حتما رو در سال 2021 به اتمام برسانیم، روی از روش کار صورت بگیره. و خوشبختانه ما کارهای بیشتر دیگه را انجام داده که با اقداماتی که صورت گرفت از جانب اداره هوانوردی ملکی افغانستان ما شاهد از این باشیم که از لست سیاه اروپا خارج شویم و تا سالهای 2021 و 2022 بتانیم پروازهای مستقیم. بسیار عالی.
خیلی تشکر میکنم آقای سروش از حضور شما در برنامه صبح و زندگی. اگر پیام گفتنی از شما باقی مانده باشه خیلی کوتاه میشنویم. ما به صورت فشرده روز جهانی هوانوردی یا روز بین‌المللی هوانوردی ملکی را به تمام دوستا، همکاران و تمام اشخاصی که در بخش سکتور هوانوردی کار میکنند تبریک و مبارک باد میگیم. خیلی تشکر میکنم از شما. وقت و لحظات خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدار. تشکر از شما. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.